سلام دوستایم و امروز این بار من یه بازی به نام فاینال فانتزی دوم برای شما بازی بکنم به حیث یک لیتس پلی و من به حیث یک افغانی قب بزنم، پس من این لجای استفاده میکنم. خب و من بگم در مورد این بازی چیز جالبه که این فاینال فانتزی دوم نام گرفته در آمریکا، چون که بازی دوم و سوم در آمریکا نداشت، منتشر نرسید در آمریکا. پس این واقعا در سلسله معروف فانتزی 4 میباشد، اما وقتی که این به انتشار میرسید در سال 1991 این که فاینال فانتزی دوم نام گرفت، چون که آمریکایی اگر فاینال فانتزی 4 بود سوال بپرسند که کجا است که این فاینال فانتزی دوم و سوم. خب و این از شرکت سکوئر سافت که تر شده و وقتی که من یه بچه بودم یه بازی بسیار بزرگ بود و من خیلی بازی کردم و از این لذت بردم و من امیدوارم که شما هم که از این لذت ببرید. من این بازی کردم و ضبط کردم و لیتس پلی کردم 3 گذشته، اما من میخوام که دوباره باقم به زبان داری و همین من میخوام که ای بهتر بشه، چون که 3 گذشته که استعداد یا مهارت فارسی یا داره خوب نبود، که من ابتدایی بود، پس من کمی بهتر بوده و من میخوام بازی برایتون که یه لیتس پلی انجام بدم. و این همین که این بازی بسیار مهم بود، چون که این بازی یکی از پیشتاز RPG بود، چون که این چیزی که قبلا سعی نکردند در بازی دیگه در این بازی که برای اولین بار کرد. خب پس ما این رو آغاز بکنیم و این چیزی که پیشتازی اوله که این معرفی اتوماتیک برای طرح داستان داشت و این معمول نبوده قبل از این بازی، حتی این چیزی که این چیز هر روزی روزمره است، اما در این بازی که اولین باره که ایشان کرد. و اسکار گفته که قماندان سیسر محل حاضر میرسیم، و سیسر گفته که خوب، اما اسکارهای احساس خوب در موردش نداره. این عملیات گفته که چرا ما از مردم بیگانه کریستال ها که غارت میکنیم، و ای اسکار دیگر گفته که چونکه وظیفه موست، و اسکار دیگه گفته که ما واقعا باید این کار ادامه بدیم. ایشون فرود میکنند از این سفانی هوا و ای اسکار گفته که آب کریستال بتن بتا، و والی گفته که ما چه گناه کردیم، و سیسل گفته که کریستل یا زندگیتون بده و عمرتون بده، و این جادوگر گفت که هرگز نی، و سیسل گفت که خب پس مجبوری کریستل بگیر، پس ما با قدرت نظامی این را خب این جادوگر کش کرد. و این در این بازی که جادوی دو نا داره که یکی از آن سفید و یکی از آن سیاه، و اگر سیاه است و یا استفاده از یک کارشناس یا جادوگر سیاه، من فقط جادو بگم، و برای سفید من سحر یا ساحر بگم. خب و این ساحر گفت که نی نکن، و اسکار گفت که او ما را مقاومت کنین، او را کاشت یا زندان کرد و من نمیدونم. ولی گفت که خوب این کریستال را بگیر،
و اسکار گفت که بهتر است که تو زودتر این رو گفت رو زد و سیسل کریستال گرفت. بعد از این والی گفت که چرا پادشاه بران این کار میکند و چرا کریستال آنقدر با شوق با زوق دنبال میکنین. سیسل هیچ نه، اما قلفه او کمی غمگین بود، کمی غم بود، گویا از غم که او از این هم لذت نمیبرد. و اسکار گفت که ما افتخار از آزیات سرخهای بلهای سرخ هستیم و غارت که یه چیز بسیار زشت میباشد. اما سیسل گفت که بس کافیست. پس اسکار گفت که قماندان ما نمیتونیم این کار رو تعمل بکنیم. از سیسل گفت که گوش کن و مولکیات کریستل یه چیز یه کار ضرورت برای روناق شکوفای کشورمون میباشد. خب پس علی حضرت مقاومت رو که نه چیز که قضاوت کرد که مسیدیان که خیلی زیاد در مورد سر و راز کریستل می دانستند. خب ما برهای سرخ هستیم، قوای هوایی سلطنت برن هستیم و ای فرمان سلطنت مطلق می باشد. گفت که اسکار گفت قماندان، اسکار گفت که کله ها می آید و گفت که به دوا. و او بسیار به آسانی او را کاشت. سیسل بسیار قدرتمند و گفت که تو خوب هستی. و اسکار که بیش می آید و گفت که مواظب کن. با این برق حمله کرد. خب گفت که هر یکی خوب هستن. این اسکار گفت که بله صاحب، اما این روزها گوله ها خیلی دارند. و اسکار دیگه گفت که بسیار داره، موفقم. و سیسو گفت که چی اتفاق می افتد؟ و این که اسکار گفت که ما روی بران هستیم و سیسو گفت که خوب فرود کنید. و من از این آخه خیلی هاشم می آید، بسیار دراماتیک می باشد. خب و ملاقاتمون یه این مثل قماندان پاسبان گارد می باشد و گفت که گای سیسه کریستل آب می باشد. سیسه گفت اما که مردم مسیدی ها بسیار ضعیف بودن و بیچاره بودن. و بگن گفت که ای چی میگفتی؟ خب دنبال من کنید سیسه. پس ای چیزی که کمی مهمه ار که سخت در مورد ترجمه این معنیه، چون که این بازی وقتی که ترش شده به زبان ژاپنی ترش شده و بعد از اون به زبان انگلیسی ترجمه شده، اما مترجم خوب نداشت در موقع در ژاپن. پس هر یکی از این بازی ژاپنی در این موقع که متن خوب نیست، پس من باید نه فقط در مورد این متن ترجمه این فکر بکنم، اما من باید برای در مورد معنای واقعی فکر بکنم. و گفت که لطفاً در اینجا که منتظر باشید. گفت که علی حضرت
من فکر میکنم که سیسل یه روی احساس بسیار مخالفی که داره و پادشاهی گفت که واقعا خوب کردی بگه ما باید چیزی بکنیم که کار با او را حل بکنیم و او را اظهار کنیم و بیگن گفت که بله علی حضرت، علی حضرت. و سیسل گفت که سیسل، علی حضرت تو را اظهار میکنه، لطفاً بیایید. و گفته که چون شما عملیاتت که خوب یه کاملاً یه موفق بودی که سپاس میگذاری، خب پس کجای کجاییست؟ و سیسل گفت که در این در دست دارد دیش. علی حضرت داد و گفت که اوی کریستال واقعی است. و پادشاهی گفت که خب سیسل تو میتونی میتوانی ترک بکنی. اما سیسل احساس داره که باید چیز بگرد و گفت که علی حضرت. و سیسل پادشاهی گفت که چی؟ و بگه چیست؟ و سیسل گفت که ما که منای و چرا ما باید کریستال از مردم صادق باید بگیریم، ما نمیدونیم، نمیفهمید چرا باید این کار رو بکنیم. و پادشاهی گفت که او که با فرمان من رعایت نمی کنی؟ و سیسل گفت که نه نی. پادشاهی گفت که ما در مورد ناراضیاتتون که می آگاهی هستیم سیسل، و اگر در من اعتماد نداری من نمیتونید که فرم قماندانی رد وینگ که بگذارم. خب تو برکنار هستی از حالا. حضرت علی حضرت، پادشاهی گفت که برو و در تنگ مستی برای گله های اظهار شده شکار کنی و این پاکیجی بسته به روستاگ میست بیاوری و تو میتونی که فردای صبح تر کن. میتوانی. و علی کین گفت که علی رضا، علی حضرت، سیسل این کار نکن. اما فرصت برای حرف زدن نداره، گپ زدن نداره. و که پادشاه گفت که اگر تو در مورد سیسل آنقدر علاقه مند هستی با او بیاری بروی کین. و علی حضرت و پادشاه گفت که خب با این بسته تر کن. اما گفت علی حضرت و یک دیگر گفت که معذرت میخوام کین. اما کین گفت که نگران نباش که تو دوباره که به حیث قماندان سرک بلخوی سرک منصوب بکنه بعد از این عمل. سیسل گفت که اما کینگ گفت که نه در موردش فکر نکن، به اتاقش بری و استراحت کنین. خب من فکر کنم که این کافیست برای یه ویدیو و در ویدیو دیگه این قصره را مور این را کفش بکنید. تا دیگه که پیروز باشید و خدا نگهدار.